مثال 63 همونطور که در تصویر مثال 63 ملاحظه میکنین پارخط خط MN رو توسط فرمان لاین رسم کردیم سپس یه پاره دیگه به نام OP رو به موازات اون رسم کردیم با اطمینان از اینکه زبان زبان انگلیسی باشه کلیه آیکنهای های نوار وزیر غیر فعال باشن حرف L رو در خط فرمان تایپ میکنیم کلید انتر رو میفشاریم specified first point مختصات نقطه اول رو 130 و 20 در خط فرمان تایم میکنیم کلید انتر رو میفشاریم و میگیم نسبت به نقطه قبلی در تحت زاویه 45 درجه و کلید انتر رو میفشاریم با توجه به اینکه که می خواهیم نقطه او نقطه او اینجاست این نقطه اوی ای که میخوایم اینجا رسمش کنیم می خواهیم نقطه او با نقطه ام از نظر معلفه ایگرگ در این راستا باشند حرف L رو در خط فرمان تایم می کلید انتر رو می فشاریم، specify first point. اینجا کلید شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و کلیک راست می کنم. یک میان بر برامون ظاهر میشه اینجا. با قرار دادن مکان نما روی پوینت فیلتر و انتخاب به معلفه ی. ایگریک. روی object snap اینجا کلیک چپ می کنیم روی این فلش مشکی رنگ رو پای کلیک چپ و فقط گیره موضوع اند پوینت رو برای انتخاب نقطه ام اینجا فعال میکنیم و کلیک چپ میکنیم حالا در این نقطه فرضی در سمت راست نقطه M مثل اینجا که مکان نمار قرار دادم کلیک چپ میکنیم ببینید در واقع الان این نقطه با این نقطه اینا در یه راستای معلف ایگره قرار دارن حالا میخوایم در واقع از گیره موضوع پارالل استفاده کنیم موازی کلید شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه میداریم و کلیک راست میکنیم و اینجا روی پارالل کلیک چپ کنیم اگر مکان نما رو من بیام روی پاره خط MN قرار بدم علامت گیره موضوعی پارالل ظاهر میشه و اس به سمت راست حرکت میکنم تا به اون بردار موازی اون برسم حالا اینجا میایم عدد ده رو در خط فرمان تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم با فشردن کلید انتر از فرمان خارج میشم اینجا دیدیم در این مثال از گیره موضوعی پوینت فیلتر استفاده کردیم ان پوینت استفاده کردیم و مهمترین گیره هم که اینجا گیره موضوعی پارالل بود که برای اینکه بتونیم در واقع یه خط موازی با خطی که از قبل رسم کرده بودیم رو ایجاد کنیم